اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. سوی آبها وطنم، خاک غریب گم شده من جاری میان روح و تنم بود. بر آبهای ساحل رفتی درد خلیج فارسی من آغاز گریه میشد. آنگاه تصویر خانه پدری همراه اشکهایم می رفت در کشاکش امواج تا قلب کوچه باقی، کانجا پر از شکوفه خورشید لبریز عطر یاسمنم بود. آن سوی آبها وطنم بود، شاید که در سپیده نیشابور بر برج یک رباط قدیمی پیچیدگی سوانش در دستهای باد لیلای سوگوار چشم انتظار آمدنم. آبی که می گذشت از پیش پای من تصویر چین گرفته تبعیدی را با حوض خانه پدری می بود. آنجا که مادرم سجاده را به روی سحر پهن کرده چنگی به آب می زد، در موج موج آب می دید چهره ای کورا نشان ز خیشتنم. علیرضا نوریزاده 30 ماه می 10 خرداد ماه به شما سلام. مهمان عزیزی دارم که به قول معروف مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی در خدمتش نبودم و امروز شادمانه در حضورش هستم و بسیار خوشحالم که حضور داره. جناب آقای مهندس حسن شریعت مداری، درود بر شما آقای مهندس. من هم سلام دارم خدمت شما جناب دکتر نوریزاده، همکاران عزیزتون و بینندگان گرامی. خب آقای مهندس، مثل همیشه حوادثی رخ میده که آدم پیشبینی نمی کنه. در نشیم اتفاقا دیدم اشاراتی که شما راجع به همین حادثه ناگهانی آقای رئیسی داشتی، مطلبتونم دیدم و به نظر من خیلی مطلب پخته و مطلب خوبی بود، به خاطر اینکه شما با اون محیط و با اونها آشنایید، شما میدونید در اونجا چه خبر، و به این دلیل من خیلی برام علاقه داشتم با شما صحبت کنم. اول برداشت کلی شما رو از این حادثه دلم میخواد بدون. خب اون چی که به نظر میاد با وجود اطلاعات محدودی که داریم، دخالت عامل انسانی یا از نوع خارجیش یا در اثر جنگ قدرت داخلی و به احتمال قوی در اثر جنگ قدرت داخلی روی داده، و این در حقیقت همونطور که در تویتری که شما اشاره کردید من نوشتم، شغل ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی یا شغل بالاتر از خطره. نتیجهش اینه که یا مغضوب میشن یا مقتول، و بنابراین حال باید دید کدام انسان ساده اندیش و ماجراجوییست که دوباره میخواد تدارکات چی علی خامنه ای بشه و این سمت رو بپذیره
و از این آخر و عاقبت خودش نهراسد. این در حقیقت همون است که میشه حد زد که خامنه ای در مرحله ای یا خودش یا اطرافیانش یا عوامل دیگری که در این جنگ قدرت داخلی هستند صلاح خودشون رو در حذف طرف یا مغضوب کردن و خانه نشین کردن طرف ده. و این در نتیجه این نظام نابالغی است که هنوز بعد از 40 اندی سال به بلوغ و ثبات سیاسی نرسید و همچنان درگیر مبارزه داخلی برای گذراندن مراحل ابتدایی و رسیدن به یک ثبات سیاسی است. البته اگر بماند و به احتمال قوی نخواهد. من همینجا این سوال برام پیش میاد، چون به هر حال خیلی اشاره بقول انگلیسی استریت فورورد کاملا درست، ولی میخوام بگم احساس شما، شمایی که آخونده رو میشناسی، شمایی که دیدی چه کارهایی میکنن. یه وقت یادمه مرحوم مقدادی اصفهانی پسر مرحوم حاجی حسن نخودکی یکی از نزدیکترین آدمهایی که خیلی هم بهش نزدیک بود میخواست بهش سم بده و حالا به هر دلیلی خدا خواست هرچی شد من نمیدونم ایشون از این خطر جست. ولی آنچه جالب بود برای من اینه که این فرد خیلی بهش نزدیک بود و بعدها آشکار شد، حتی کسانی از ایشون مرید زیاد داشت بهش گفتن که ایشون به خاطر حسادتش این کار رو میخواست بکنه، چون نمیخواست شما جانشین پدر باشید مرحوم عاشق حسندی، میخواست خودش باشه که شاگرد بشه. حالا میخواه بگم در ارزیابی شما تو این قضیه چه عاملی رو در واقع دلیل مهمتری میدونیم برای که مرتکب شخص خامنه‌ای بیاد مرتکب یه همچی جنایتی بشه؟ یعنی واقعا برای آدم سوال برانگی، خودش این مرد رو آورد بزرگش کرد، یه آدم شش کلاسه رو، بعد بیاد خدمتش برسه. من اینو بیشتر دلم بخواد شما توضیح بفرمایید. من هنوز دلیلی که فقط شخص خامنه ای رو متهم کنم ندارم. در حقیقت نظام پیچیده است، ولی به طور کلی یک نظام سیاسی یا باید مبتنی بر حسب رقبا باشه یا باید قواعد بازی رو برای جایگزینی و دوره آلترنانس قدرت داشته باشه. یعنی قدرت رو پدیده‌ای دائمی در اختیار عده‌ای به خصوصی ندونه و قبول بکنه که قدرت باید حداقل در بین خودی‌ها در گردش باشه. اینها حتی این قاعده گردش در خودی‌ها رو که در بسیاری از دیکتاتوری‌ها مورد پذیرش قرار گرفته و یک نوع دموکراسی محدود نخبگان درست کردن قبول ندارن. بنابراین چاره‌ای جز حرف ندارن. ببینید جبهه پایداری آمده و در حقیقت رئیسی رو کسی دیده که میتواند هم اینها رو پیش ببره و هم مطیع خامنه‌ای باشه، خودش هم عقل درست حسابی نداشته باشه و به قول مرحوم تقی‌زاده آلت فعل باشه. ولی به جایی میرسه این آدم که به تدریج صاحب ابداع میشه، با قالیباف در میفته، تیم مشهدی ها دو پارچه میشن و این چیزیست که در حقیقت همه نقشه های خامنه ای و مشتبه رو میتونست به باد بده، برای اینکه روی تیم مشهدی ها حساب کرده بودن و بعید نیست که این مزاحم رو در حقیقت برداشتن، برای اینکه اغلب رئیس جمهورها به این دلیل دچار دردسر میشن که این روزخان مداح بیت در حقیقت گفته اینا باید بدانند که به کمک ولی فقیه به اینجا رسیدن و اگر بخواهند نافرمانی کنن همین سرنوشت رئیسی رو در حقیقت خواهند داشت. واقعیت همینه، اغلب این رئیس جمهورها به تدریج فکر میکنن که این آرایی که به اونها داده شده
آرایی که ملت به اونها دادن. یادشون میده که این انتخابات دستکاری شده است، خامنه ای چیده مقدمات رو، مجتبا در حقیقت توانسته از این پروسه رو پیش ببره و اینها آلت فعلی بیش نیستن و با اتکای به این آرا به تدریج برای خودشون انرجلون میشن و اینجاست که تضاد منافع پیش میاد. حالا جزئیات شما نمیدونیم ولی حتما در این فضای رسانه‌ای بالاخره بیرون خواهد آمد. البته یک احتمال دیگه اینه که عامل خارجی باشه، یک نوع اختار به خامنه‌ای باشه که نوبت بعدی تویی و حواس خودت رو جمع کن. جناب بنده، شما تا چه حد عامل خارجی رم وارد این معادلتون میکنید؟ تا چه میزان؟ بله ببینید، من بالاخره در این صحنه های جنایی میگم که منتفعین رو باید متهم دانست. منتفعین از این قضیه یکی کسانی هستند که سودای رهبری دارن در جمهوری اسلامی و یکی کسانی هستند که در حقیقت جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای یک مانع حیاتی براشون هست، برای ادامه حیات مملکتشون هست، مثل اسرائیلیا. بنابراین در عالم حدس و گمان میشه سناریویی برای هر دو داشت، ولی خب اطلاعات ما بسیار کمه. پیچیده بودن قضیه مقداری این حدس و گمان رو به طرف موساد و عملیات که داشته میبره، ولی سوال اصلی اینه که در حقیقت در این اوضاع بلبشویی که در منطقه هست، آیا این اخطار یک موقع مناسبی داده شده یا اینکه این رو در یک حالت بهتری هم میتوانستن بدن و چرا حالا رو انتخاب کردن؟ بنابراین گمانه ها بیشتر به سمت عامل داخلی میره. جناب مهندس عزیزم، من کاملا با شما هم عقیدم که عامل داخلی بود. یعنی ببینید، مسئله عامل خارجی، حتی اسرائیلیا به کنسولگری که معلوم بود میدان نظامی کنسولگری نیست، یه نفر دیپلمات توش نبود، همه نظام، به اونجا حمله کرد، مورد بازخواست قرار گرفت و بنابراین کشتن رئیس جمهوری کشور دیگه چیز امر خیلی ساده ای نیست به اعتقاد من و منم با شما هم. حالا میرسیم به این نقطه جناب مهندس. خامنه آبرویی که برای رئیس جمهوری نگذاشت، خود همین آخوندی که میفرمودین راحت وقتی راجع به روحانی گفت و بعدیش، یعنی معلوم بود خب رئیسی هم داره میگه. حالا قرار زمینه الان فکر میکنید بازی خامنه چه خواهد بود؟ آیا یه چوب دیگه برمیدارش یا آقای مخبر رو میذاره یا فرد دیگری رو در نظر داره و متنبه یا میخواد یه کار دیگه بکنه که مردم از این حالت نفرت که میرن در اخلاق و عادات ما ایرانی ها نبود که حتی برای دشمنمون در مرگ شادی کنیم؟ این طبیعت ما بوده. خدا از تقصیراتش بگذره، خدا بیامرزه، خدا نیامرزدش. حالا شما فهم کنین الان خامنه ای توی این دنم نظره. اولا نسبت به شادی مردم بگم که اونها یک دهنکجی به کل نظام میکنه و در حقیقت میگویند که از اون چی که تو ابراز ناراحتی ظاهری میکنی، ما هم ابراز خوشنودی ظاهری میکنیم و بنابراین میشه مردم رو فهمید. و البته من خودم کسی هستم که از مرگ کسی شادمان سعی میکنم نشم، ولی میشه مردم رو فهمید که در حقیقت با این خوشحالیشون چی میخوان بگن. در مورد انتخابات رئیس جمهوری، ببینید خامنه ای معمولا نگاه میکنه ببینه تمایل سران سپاه به چی هست، در مقابل انتخاب اونا مقاومت نمیکنه، بلکه سعی میکنه هر کی بیاد اون رو مهار کنه و به زیر مهمیز خودش بود. و برای این کار مکانیسمای خاص خودش رو داره. چهار تا وزیر حساس رو از ابتدا شرط میکنه
و تعیین میکنه و دو سه جا هم به طرف یادآوری میکنه که این رأی ها از خودت نیست و باید در حقیقت کلب این آستان باشه. و بنابراین اگر دید که شانه کشی میکنه به تمهیدات دیگری متوصل میشه که یکیش هم ممکنه حذف باشه. من فکر میکنم که سپاه در این دوره میخواهد کسانی رو بیاره که از جبهه پایداری هم باشن، مثل صادق محصولی، نمیدونم مثل این آقای فتاح، مثل جلیلی و از این قبیل. شاید قالیباف چون به قرد نزدیکه نیارن. ببینید چینش قدرت چینشیست روسوفیل، نزدیک به روسا و چینی ها، و من فکر میکنم که اینا سعی دارن که چینش قدرت رو همینجا نگه دارن که حمایت پوتین و حسن ظن اونو نسبت به خودشون از دست ندن. سپاه حدود همکاریش با روسیه بسیار بالاتر از اونی که فکر میکنیم رفته و با وجود همه نرمشی که بایدن میکنه سپاه از این طریق خودش عدول نکرده. بنابراین من فکر میکنم که ریاست جمهوری در این دوره‌ای که ممکنه رهبری هم در حقیقت در دستور قرار بگیره تعیینش بعد از فوت خامنه‌ای میتونه سمت مهم میباشه. و از این جهت هم مهمه که بسیاری از تسهیلاتی رو که سپاه داره از طریق نرمش رئیس جمهور در تخصیص بودجه ها خیلی راحت‌تر میشه. بنابراین تا کنون هم هیچ رئیس جمهور سپاهی نداریم. الان 4 از کاندیداها سابقه سپاهی دارن و سپاه بیمیل نیست که این آخرین صد رو هم به نحوی فتح کنه. شنیده بودم خیلی جاها که میگفتن خامنه‌ای که همیشه ابا داره از اینکه سپاهی ها رو بیاره تو کار، این دفعه احتمالاً چاره ای نخواهد داشت جز اینکه یک کسی رو بیاره که بتونه هم کنترل بکنه، همین که با غرب، یعنی یه حالت ابخندی با هم دیگه میزنه. مثلا شمخانی در ماجرایی که با عربستان داشت خب خیلی موفق بود، همین عربی حرف زدنش و شوخی کردنش و اینا باعث شد اون طرف هم نرمش نشون بده. حالا به قول شما مثلا قالیبافی که خامنه‌ای 2 جلوش رو گرفت، حالا شاید این بار شانس. خب آقای مهندس، اینجا ما رو میرسونه به نقطه مهم، یعنی اپوزیسیون، یکی از شاخص‌ترین چهره‌های شما است. منظورم اینه که الان اپوزیسیون آیا درست عمل کرد یا واکنشی بود، یا مثل همیشه یه اتفاقی افتاد و اپوزیسیون ریسپاند داشت، یک در واقع نمیدونست چه کار باید بکنه. مثل همین که شما میفرمایید مردم روی بغض و عصبانیت شادی کرده، اپوزیسیون کار کرد. یعنی فقط ما باید به تفسیر و تحلیل اون بسنده کنیم یا نه اپوزیسیون مسئولیت دیگری؟ بله، ببینید اپوزیسیون عملش تا کنون باعث شده که اعتماد جامعه مدنی فعال رو که اگر تأثیری هم در تغییر سیاست ها در جمهوری اسلامی بوده به وسیله اون بوده کسب نکنه. خب این آرزو که اتحاد باعث نجات ملی است همچنان بر اذهان سنگینی میکنه، در صورت که اگر در صحنه واقعی ببینیم در یک جامعه پلورال که جامعه ایران به اون سمت در حال گذاره، در بین نظامهایی که هم رقابت اساسی دارن و هم در حقیقت ارزشهای اساسیشون ممکنه همه جا همخوان نباشه، فقط بر سر پروژه ها میشه توافق کرد و بهترین کار اینه که هر گروه کار خودش رو بکنه. اما برای تحقق این آرزوی ملی هم راههایی بوده. یکی از راههاش اینه که هیچ کدوم از گروه ها در حقیقت در صدد ایجاد یک هیرارشی و برتری
با تعیین شخص به خصوصی یا سمت به خصوصی نباشد و اتحاد رو برای مبارزه با جمهوری اسلامی، نه ایجاد نظام به خصوصی در بعد از جمهوری اسلامی بخوان. خب این کار در اپوزیسیون ما عملی نشده و رقابت همپای شعار اتحاد همیشه حرف اول رو زده. اگر ما به این درجه از بلوغ برسیم که میتوان رقابت رو کنار گذاشت و ایجاد هیرارشی رو متوقف کرد و این کار رو نه فقط در سطح بالا بلکه در سطح طرفداران هم عملی کرد، شاید به این آرزوی ملی برسیم. ولی اگر هم به این نرسیدیم، راه جلب اعتماد ملی اینه که هر کدوممون بتوانیم انسجام درونی خودمون رو حداکثر کنیم، دموکراتیزه کنیم گروه‌های خودمون رو، به جامعه مدنی نزدیک کنیم و سعی کنیم که اعتماد اون رو جلب کنیم. بالاخره یکی از این دو راه رو باید رفت. اپوزیسیون تا کنون عامل تغییر مهمی در داخل نبوده، داخل بوده که این تغییرات رو به وجود آورده و اپوزیسیون فقط از اون حمایت کرده. البته اینجا باید بگم که خوب حمایت کرده و در حمایت کوتاهی نکرده با وجود همه نقایصی، ولی خب این اشکالات هم وجود داشته. شما الان فکر میکنید این حادثه که اتفاق افتاد میتونه به مصاحبه یک شوک هم برای اپوزیسیون باشه؟ یعنی واقعا اپوزیسیون متوجه کنه که باید به خود آید. الان ممکنه فردا خامنه‌ای بمیره، خامنه‌ای مرد، میخوان چیکار کنن؟ بشینن تا آقا مشتاق بیاد بشینه سر جاش؟ یعنی منظورم اینه شما با توجه به تماس‌ها، صحبت‌هایی که میکنید، به چه نتیجه رسید که الان ضروری ترین اقدامی که انتظار از اپوزیسیون میره چیه؟ بله، ببینید یه درس بزرگی که میشه گرفت همینه که در ابتدا گفتم اپوزیسیون هم مستثنا نیست. یا روش حذفیست، حالا فعلا اپوزیسیون زورش نمیرسه یا در مرحله نیست فیزیکی هم دیگه رو حذف کنه، حذف شخصیتیست، یا روش قبول کردن همدیگه همونطور که هستیم هست، به رسمیت شناختنه و وقتی به رسمیت شناختیم با دید مساوی همکاری کردنه. روایت خودمون رو بر اون یکی تحمیل نکنیم و سعی کنیم روایت اون رو به رسمیت بشناسیم، بگوییم در مملکت دو روایت هست، روایت سلطنت و جمهوری، در داخل جمهوری روایت یک جمهوری غیر متمرکز و یک جمهوری فدرال هست و اینا همه وجود داره. هیچ کدوم رو نمیشه حذف کرد. باید به رسمیت شناخت و باید پایه‌های همکاری رو ریخت. اگر همکاری نظری نمیشه، همکاری عملی و پروژه‌ای، مثلا برای قرار دادن سپاه در لیست تحریم‌ها یا اعتراض به سیاست‌های بایدن و از این قبیل که میشه، یا عرض به خدمتون افشاگری نظام، اینها رو میشه طوری سامان داد که نه اون دوست کردمون پرچم خودش رو بیاره، نه این یکی سعی کنه که عکسای بزرگی از رهبران خودش بیاره و سعی کنیم در یک عرض به خدمتون محیط مودت با همدیگه همکاری کنیم. مهندس، وقتی من عمیقا به قضایا نمیکنم، اختلاف ها واقعا جدی نیست. یعنی به اون معنا که اختلافی وجود داشته باشه و یک قلعه رو یکی فتح کرده نشسته یا اون یکی دو بیابونه همیشه، یعنی همه تقریبا، یادم از اون زمانی هم که شما اینا رو مطرح میکرد، همه به این نقطه رسیدن. تمامیت ارضی کشور، ما یک واحد ملی هستیم، احترام به اقوام ایرانی، به زبانشون، به فرهنگشون و تاریخشون و مشارکت دادن اونا در تصویر و در خط زندگی رو نوشته. کاری که تو مشروط شد با اون اندک باسوادان شاهکار بود. این آدم یفرم رو میبینه در کنار ستارخان و در کنار مشیر و دوله و یعنی برای آدم خیلی جالبه. سردار اسعد و محمد ولی خان سپهدار و
روحانیونی که از مشروطیت حمایت میکردن. من کاملا با شما موافق هستم آقای مهندس. اجازه بدید درنگ کوتاهی کنیم، برگردیم از مطالب شما مستفیض بشیم. با ما باش. چقدر زیبا بود. مسلم آقای مهندس بیشتر از من لذت برده که اگه من دو کلمه رو میفهمم ایشون که لذت برده. همین زیبایی ایران، همین آقای مهندس، این تنوع فرهنگی. دیروز داشتم یه آهنگ خراسانی بود، بیروز عرب خوزستانی بود، بلوچ بود. یعنی این تنوع فرهنگی بسیار زیباست. خب برگردیم سر صحبت‌های خودمون. ببینید مهندس، در عین اینکه ما اینجا گرفتاری این رژیم رو داریم، ولی دولت آمریکا گفتگوشو داره میکنه، حالا پس پرده تو عمان، تو مسقط، این ور اون ور، و در عین حال اروپاییان مرددن. همین برخوردشون با مرگ رئیسی یه مقدار خب روتین پروتکل دولت عضو سازمان ملل، ولی یه مقدار زیادی بود، صدا خودشون هم در اومد. شما الان گمان میکنید در برابر غربی ها، حالا انتخابات آمریکا هم هست دیگه، با ویلا، واقعا نمایندگان اپوزیسیون که دستی دارن، ارتباطی دارن، الان این پیامی که باید منتقل کرد که اینا بفهمن این رژیم رفتنی واقعا چی؟ چه کار باید کرد تو این لحظه؟ بله ببینید، من فکر میکنم که هم در اروپا و هم در آمریکا کسی روی پایان این نظام شرط بندی نمیکنه. همه میدونن که وضع این نظام طوریست که ممکنه دوام نیاره. مسئله اصلی این است که اروپا و آمریکا برای اولین بار پس از جنگ اختلاف منافع اساسی دارند. مسئله خاورمیانه برای اروپایی‌ها یک مسئله امنیت، یعنی وضعیت روسیه به خصوص اگر در جنگ اوکراین دست پیش رو داشته باشه، به شدت امنیت اروپا رو دچار مخاطره خواهد کرد. آمدن مکرون به آلمان در حقیقت در اصل برای این بود که در مورد تشکیل ارتش اروپایی به موازات ناتو با هم رایزنی بکنند و مقدماتش رو فراهم بکنند، برای اینکه اروپایی‌ها فکر میکنند که آمریکایی‌ها دغدغه‌شون دغدغه امنیت نیست، رقابت با چین هست در درجه هم. و در رقابت با چین خاورمیانه‌ای با جنگ‌های فرسایشی میخواد، برای اینکه جنگ‌های فرسایشی کشورهای خاورمیانه رو وادار میکنه که دائما اسلحه بخرن از آمریکا و از متحدین غربی با تکنولوژی بسیار بالا. برای آموزش این اسلحه ها مستشاران بسیار رده بالای آمریکایی و غربی رو ببرن و آمریکا شرط خواهد گذاشت که اینا رو به شرطی میدیم که وارد پیمانهای نظامی با ما بشید. و همچنین نقشه داره آمریکا که گنبد آهنین سراسری برای کل خاورمیانه و اسرائیل با هم چیز کنه که در حقیقت هوافضای کل منطقه رو در اختیار داشته باشه. خب فضا طوری شده که همه کشورهای خاورمیانه امروز به جای اینکه دنبال تجارت وسوسه انگیزی که چینی ها پیشنهاد میکنن از طریق راه ابریشم باشن، سرمایه گذاری خودشون رو در تسلیحات رده بالا بکنن و در پیمانهای نظامی کنن و دغدغه اصلیشون دغدغه امنیتی و آینده باشه. برای ایجاد چنین محیطی وقتی چند سال اولی که جمهوری اسلامی اومد گذشت و به نیمه رسید و آمریکایی‌ها دیدن که رژیم چنج نمیشه، بیشتر ترجیح میدن که این رژیم بولدوزر خاورمیانه باشه و این عامل ناامنی باشه به همراه شوروی، به همراه روسیه، که همه کشورهای خاورمیانه ای، عربستان، امارات، مصر و بقیه رو وادار کنه که این سیاست دوگانه رو به شرق، رو به چین، رو به مسکو رو
با توجه به آمریکا و غرب عوض کنن و دغدغه امنیتی دغدغه اولش. خب در چنین محیطی اپوزیسیون باید نشان بدهد که یک، ما بر علیه منافع غرب نیستیم، در صدد در حقیقت ساختن با چین و روسیه نیستیم، بر علیه اونها هم نیستیم و سیاست شما هم میدونیم چیه. جمهوری اسلامی دیگه به تدریج این خاصیت بولدوزری خودش را هم از دست خواهد داد و شما رو درگیر دردسری خواهد کرد که قابل جمع کردن نیست. من فکر میکنم آمریکایی‌ها هم به تدریج میدونن که چنین سیاستی رو که مدت‌ها حزب دموکرات داره قابل دوام نیست و امیدوارم اگر جمهوری‌خواه سر کار بیان حداقل این سیاست رو دنبال نکنن. این سیاست بسیار خطرناک، بسیار مخربه و با ریسک بالاست. آمریکایی‌ها میدونن که اون طرف قضیه اینه که هر روز ایران رو به سمت چین و روسیه ول میدن و چینش قدرت در جمهوری اسلامی طوری است که انتخاب اولشون روس و چین هست و اینو نمیخوان عوض کنن. بنابراین نتیجه این سیاست آمریکا این نبوده که درسته که عربستان سعودی و امارات و بقیه رو جذب کرده و به پیمان ابراهیم و خرید تسلیحات و همه اینا نزدیک کرده، ولی ایران از لحاظ استراتژیک کشور کمی نیست. در حال باختن ایران هست و این در حقیقت همه دنیا از اون ضرر خواهد. به نظر من ما باید این روشنگری رو بکنیم. در اینکه چقدر میتونیم موثر باشیم شک دارم، ولی این وظیفه ماست و همونطور که در صدر مشروطه تقی‌زاده و دیگران جبهه ملیون ایران رو تشکیل دادن که با روس و انگلیس مبارزه کنند و میدونستن که این مبارزه سخته ولی وظیفه‌شون بود، ما هم الان وظیفه داریم که این جبهه ملیون ایران رو تشکیل بدیم و وظیفه خودمون رو انجام بدیم، هرچند که میدونیم اثرمون در سیاست بین المللی خیلی زیاد نیست. ولی طبیعتاً آقای مهندس اگر شما مثل هر زورآزمایی در صحنه کارزار نشون دادید که در داخل مؤثرین، مثل همون که در انقلاب رخ داد، همون خارجی متحد پادشاه فقید هم اومد صحبت کرد با اپوزیسیون. بنابراین میخوام بگم این اپوزیسیونه که باید توان خودش رو در این رزمایش 45 ساله با جمهوری ولایت فقیه واقعا باید نشون بده. این توان هست که میتونه کاملا صحیحه، ولی یه نوعی به هم مربوطه دیگه. ببینید سابقه ایران از مشروطه تا کنون به مردم یاد داده که عامل خارجی مهمه و وقتی عامل خارجی میره پشت جمهوری اسلامی امید جامعه مدنی رو کم میکنه، شهامتشون رو درش موثره و این جامعه مدنیست که در حقیقت باید سازمانهای سیاسی خودش رو یا تولید کنه یا به همینهایی که هست با وجود همه ایرادات که داره بسنده کنه و اعتماد کنه. اگر اونا اعتماد نکنن اپوزیسیون در داخل کاری از دستش نمیاد و این اعتماد متقابل باید ایجاد بشه، نه فقط بین اونهایی که زنده باد و مرده باد میگن و شعار میدن، بلکه اونهایی که اهل فکرن، توی دانشگاهان، توی تشکیلات معلمان، کارگران، جاهای دیگر و مبارزه منظمی رو پیش میبرن. اپوزیسیون باید اعتماد اونها رو جذب کنه و اونها هم باید به تدریج یا یک اپوزیسیون قدر قدرتی رو ایجاد کنن یا به همین کس اعتماد کنن و بیان صحبت کنیم و کار رو به جای برسون. غیر از این چاره پیش پای ما نیست. جناب مهندس این اشاره که می کنید، طبیعتاً اپوزیسیون در مورد مهسا، زن زندگی آزادی، واقعا نشون داد اگر بخوان این قابلیت رو داره. این تظاهراتی که در همه دنیا همه رو انگوش به دهان کرد، به اعتقاد من این قدرت بالقوه اپوزیسیون بود که یک بار به فعل در آمد. پس
این قدرت وجود صحیحه. من بارها عرض کردم که اپوزیسیون ایران در مقایسه با کل اپوزیسیون خاورمیانه از خصوصیات بسیار مثبتی برخورداره، ولی در مقابل رژیمی است که اون رژیم هم از رژیم هاییه که تا کنون نظیر نداشته از لحاظ اقوا، آدم خوشی، پول خرج کردن، لابی کردن، نمیدونم نفوذ در سیاست های بیگانه حتی. و در مقابل چنین رژیمی فقط حمایت خیابانی از اون چه در ایران اتفاق میفته کافی نیست، باید نقشه راه داشت، باید کار منظم کرد و باید داخل و خارج به هم اعتماد کنن و یک نیروی بزرگی تشکیل بدن، وگرنه نقاط مثبت که شما میگید کاملا تایید. آقای مهندس، در این فرصت باقی مانده دلم میخواد یه سری هم به قوم بزنید. شما چه اخباری دارید از میدونید به آقای اکبر نژاد یا آخوند محترم میره زندان و یه عده دیگه شد، یا همین آقای مهدی نصیری، ایشون هم روحانی بود، حالا مدیر کیهان شده غیره، حالا عملا در صف منتقدان برانداز قرار گرفت. میخوام بدونم تا چه حد خبر دارید از این آشفت بازار قوم، حوزه، آخوندها، حالا نمیگم مراجعی که پول بگیرن خامنه ای، ولی کلن اون فضا رو چجوری میبینید؟ بله خب ببینید، در سطح مدرسین حوزه منتقد زیاد و اغلبشون فکر میکنن که کلا سرشون رفته در سیاست دخالت کردن و میخوان حسابشون رو جدا. ادعای زیادی هم جرأت کردن میان حرفای میزن. در سطح مراجع اینطور نیست. در سطح مراجع یک سکوت مجباری حکم فرماست و به استثنای آقای علوی بروجردی که از چند وقت یه بار یک چیزی میگه، از هیچ که خبری نیست در حقیقت. بنابراین حوزه را اگر بخوایم بررسی بکنیم، تا سطح مدرسین و فضلا یک جبهه‌ای بر علیه خامنه ای نامرئی تشکیل شده و به این نتیجه رسیدن که باید به تدریج حسابشون رو جدا منتها اینها خیلی جز اینکه انتقاد بکنن کاری از دستشون بر نمیاد و مردم هم به قدری به اینا بی اعتمادن که حتی وقتی مخالفت میکنن خیلی با دیده زن به اینا نگاه میکنن و در حقیقت دلشون باشون صاف نیست، برای اینکه دیر کردن به نوعی. کاملا درست، این حرف خیلی حرف معقول و منطقی است. خب حالا من میخوام یه سوالم بکنم ازتون در رابطه با سپاه. ما هر از گاهی در سپاه هم میشنویم که اختلافات زیاده، حتی در جلسات خصوصی که دارن و یه بخش بزرگی اصلا حاضر به قبول آقای مشتبه نیستن. شما اونجا رو چطور ارزیابی میکنید و آیا سپاه میتونه یه نقش تاریخی داشته باشه؟ آیا مردم این آمادگی رو دارن که عمل کرده حالا بخشی از سپاه رو فراموش کنن و به نقش آیندهش امیدوار باشن؟ ببینید، اول راجع به آقای مشتبه بگم. ببینید، یک چیز رو مردم غافلند، یک روش های در روحانیت برای تثبیت افراد هست که ما رفتار خامنه ای نسبت به مجتبی رو همسان و همسو با این تثبیت نمیبینیم. ما در هیچ نماز میتی هم ندیدیم مجتبی صفحه اول بیست، هیچ جایی در جلسات خامنه ای ندیدیم اونو بغل خودش بنشونه. آخه اینا یه روش هایی در عالم آخوندی شناخته شده است، به هیچ سیگنال هایی داره دیگه. حالا یا ناشی از اینه که مشتبه یک شخصیت بسیار لرزانی است که همیشه میخواد یک عنصر اطلاعاتی پشت پرده بمونه و جرأت ظهور نداره حتی در حد احمد خمینی، یا اینکه خامنه ای به دلایلی از جمله اینکه خب در شیعه این روایت هستش که امامان اگر هم به صورت توارث منتقل شده، دلیل انتقال امامت وراثت نبوده،
بلکه در حقیقت این عصمت و عرض به خدمتتون امامت اونها بوده که منتقل شده. وراثت رو برای بار اول در بین خلفا در بنی امیه میدونن و نه خامنه ای و نه خمینی نه خامنه ای نمیخوان که بنی امیه این نظام باشه. از طرف دیگه اعلام کردن یک جانشین جلو کشیدن همه دشمنی ها و همه مبارزاتی است که برای بعد از مرگ دیکتاتورها پیش میاد بر سر جانشینی. به هیچ دیکتاتوری در زمان خودش یا کمتر دیکتاتوری در زمان خودش جرأت این کار میکنه، خامنه ای هم تا حالا نکرده. بنابراین مجتبی با وجود تشکیلات بسیار عجیبی که به کمک این جبهه پایداری و عماریون و بقیه کرده، در این که نتوانسته خودش رو در بین مردم تثبیت بکنه، خب یک دفیسیت یا یک نقطه منفی بسیار بزرگی داره و رقبایی داره که شاید موقعی که خامنه ای فوت کرد تعادل قوا طور دیگه میشه. مجلس خبرگان دیگه خامنه ای نیست که پشتشون باشه، بیت خامنه ای هم دیگه خامنه ای نیست که جمعشون کنه. همه اینا در حقیقت اتمیزه میشن درون تشکیلات مافیایی مالی که از قبل باشون مربوطن و هر کدوم میرن سراغ یکی که اون رو بیارن و آلت دست خودش بکنن. خیلی بعیده که مجتبی بعد از مرگ خامنه ای هم نفوذ فعلی رو بتونه حفظ بکنه. بنابراین من فکر میکنم که همین قضیه باعث میشه که سپاه هم بر سر شخص معینی شرط بندی نکنه. سپاه اولا یک پارچه نیست، هر کدوم از این سردارا در باندهای متنوع مالی درگیرن، مافیایی درگیرن و امتیازات خودشون رو حفظ خواهند کرد. مجتبی هم بیاد عده ای احباب جمعی داره مثل طائب و بقیه که نفرات اول میشن، عده دیگری هستن که میبینن اگر اینا بیان اونا عقب خواهند موند. مثلا فرض بکنید که در وضع فعلی قالیباف ممکنه که یا جعفری یکیشون فکر کنه که اگر مجتبی بیاد اون یکی جلوتر میفته. خب اینا هر کدوم دنبال گزینه‌های دیگری خواهند رفت این سران سپاه و من فکر نمی کنم این نظمی که دی فکر میکنن مشتبه همینطور اوتوماتیک میره و تخت رهبری رو تصاحب میکنه به این آسونی باشه. سپاه رو که میگید، من فکر میکنم سپاه جاذبه ای برای مردم نداره و بسیار سخته که اصلا اجماع درونش پیدا بشه تا اینکه بتواند رهبری تعیین کنه. سپاه هنوز تحلیلش اینه که باید یک سمبل روحانی اون بالا باشه تا عموم مردم و پایگاه خودش رو حفظ کنه و این درست همون جاییست که مخالف اکثریت مردم ایران. یعنی شما به طور وضوح میبینید که آقای مجتبی نه اون جذابیت رو داره نه یه هاشمی رفسنجانی است که دستش رو ببره بالا. اگه تو رینگ هم بگم جناب نوزاده که خیلی مسیر سخت و دشواری داره، در مملکت ما هیچ چیز غیر ممکن نیست، ولی اینم یکی از سناریوهاست. اینقدر سرش نباید شرط بندی بکنن و هی بزرگش بکنن. البته حسنی داره، بزرگ کردن باعث میشه که دشمنانش از همین حالا بخوان بزننش و اونم مجبور باشه رو بیاد بفهمی موضوع چه خبره. ولی به هر صورت این برداشت من. تا الان عروسه که پشت پرده است به ندرت مشاهدهش کردیم و به ندرت مردم چیزی ازش میدونن، فقط شایعاته که ما بر مبناش. امروز آقای مهندس من یک شایعه شنیدم از یکی از دوستانمون داخل ایران که بسیارم به تحلیلا و قضاوتاش اعتقاد دارم. او میگفت در سپاه یک بحث و سخنی اونجا اومده که در درون هواپیما سه نظامی بودن، دو سرهنگ و یه نفر کادر فنی،
وقتی که بر سر اجساد رفتن اون کادر فنی وجود نداشت و جنازه‌اش پیدا نکرد. بعد اون یه روایت اینجا مشهود و گوش میرسد که اون با هفتیر کلک اینا رو کنده و خودش پریده پایین و اون آقای امام جمعه درک باز بوده افتاده، برای همین جنازه او سوخته نشد. حالا میخوام بهتون اینو بگم، اولم شما گفتید ما هیچ کدوم اون دفترچه حقیقت رو نداریم که باز کنیم ببینیم. بعد شاید زیاد مهداد برخاشو میگه لحظه آخر پیاده شده سوار اون یکی شده، اینو میگن گفت الله اعلم، معلوم نیست که چه خبر بوده، ولی دلیل حادثه سالمی نبوده و همینطوری سقوط نکرده تقریبا من هیچ شکی ندارم. آقای مهندس، این نماینده خامنه‌ای و امام جمعه تبریز از شاگردان مرحوم آقا بود؟ میشناختیم؟ بله، این از شاگرد آقا، پدرش شاگرد آقا بود. خودش رو مرحوم پدر من عمامه رو بر سرش گذاشته. و در بین آذربایجانیان نسبتاً محبوبیت داشت و آدم بدی نبود. خب به همین دلیل اگه شما یه آدم بد پیدا کنید که در این رژیم عاقبت به خیر نشده باشه، هرچی آدم خوب عاقبت به خیر نمیشه و سرنوشتش اینجوری میشه. و به عنوان آخرین سوال از آقای مهندس شریعت مداری که هر حال با دوستانشون تلاش کردن روی گذار به دموکراسی رو درست کردن، شما به آینده تا چه حد خوشبینی آقای مهندس؟ ببینید، عوامل خوشبینی زیاده. ما در ایران شاهد تولد شهروند است، شهروندانی که جان خودشون رو به کف گرفتن و برای آزادی ایران مبارزه میکنن، روز به روزم تعدادشون زیاد میشه. شاهد طبقه متوسطی هستیم که رفتار انتخاباتیشو از 24 میلیون رای به روحانی تبدیل کرد به شرکت حداقلی در انتخاباتی که حتی افتضاح اون رو خامنه‌ای هم نمیتونه تحمل کنه. یعنی تغییر رفتار داد به نفع فرزندان خودش. بنابراین جامعه پویا و سرزنده داریم، البته با عیوب تاریخی که داره از اون عبور میکنه و سعی میکنه خودش رو بروز کنه. من فکر میکنم ما آینده روشن و درخشانی داریم، باید امید رو در حقیقت به کنار ننهیم و مبارزات ما نتیجه خواهد داد، هر چند که فداکاری بسیار لازم. بسیار ممنون آقای مهندس شریعت مداری و مثل همیشه به هر حال این عربا میگن دردشه یا گپی که با هم همیشه داشتیم و تبادل رای، بسیار ازتون سپاسگزارم. خواهش میکنم. مهندس شریعت مداری، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق آقای مهندس حسن شریعت مداری، شورای گذار و فعالی که تمام این سالها حضورشون رو داشتیم، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.